طالبان و دانشجویان نظامی خارج از افغانستان به کشور برگردید. نخستین کاروان حجاج افغانستان به کابل برگشت. ایجاد یک مدرسه دینی توسط طالبان در محوطه ارک. طالبان پنجشیر را بمباران کردند و پایان تلخ به جبهه مقاومت ملی. مشروع خبرها: وزارت داخله طالبان از دانشجویان نظامی خواسته تا به افغانستان برگردند و بر بنیاد تخصصشان در نهادهای امنیتی و دفاعی کشور گماشته خواهند شد. با گزارش اسپوتنیک، عبدالنافع تاکور سخنگوی وزارت داخله گفت نظامیان افغان در هند سرمایه افغانستان هستند. امیدوار هستیم به کشور برگردند و مطابق با تخصصشان ما از آنها در بخش‌های گوناگون امنیتی و دفاعی استفاده خواهیم کرد. از سوی هم مقام‌های سفارت افغانستان در هند میگویند که دانشجویان نظامی در هند به علت تهدیدهای امنیتی تصمیم برگشت به کشور را ندارند. عبدالحق آزاد، مسئول بخش مطبوعاتی سفارت افغانستان در هند، در این باره گفته است این دانشجویان از برگشت به وطن حراس دارند، زیرا مطمئن نیستند که چه آینده‌ای در انتظارشان خواهند بود. اما شماری از آگاهان نظامی به این باور هستند که برای برگشت نظامیان از هند، حکومت سرپرست باید اعتماد سازی بکند. نخستین کاروان حجاج افغانستان به کابل برگشت. وزارت حج اوقاف طالبان از بازگشت 700 حاجی در دو پرواز به افغانستان خبر می دهد. نخستین کاروان حجاج افغانستان پس از ادا کردن حج فرضی ناوقت امروز به کابل برگشتند. وزارت حج اوقاف طالبان می گویند که مراسم حج فرضی امسال با اشتراک 13582 حاجی از افغانستان بدون کدام مشکل به پایان رسید و امروز 700 حاجی در دو پرواز به میدان هوایی کابل برگشتند. ایجاد یک مدرسه دینی توسط طالبان در محوطه ارک. طالبان محل آموزش PPS نیروی ویژه محافظت از رئیس جمهور پیشین در داخل محوطه ارک را به مدرسه دینی تغییر دادند. به گزارش اسپوتنیک، منابع به روزنامه 8 صبح افغانستان میگویند که طالبان نام این مرکز آموزشی را مدرسه احسن العلوم گذاشته و قرار است در آنجا تعلیمات مذهبی را شروع کنند. قرارگاه PPS که در محوطه ارک قرار دارد برای سالیان متمادی محل آموزش، تمرین و سوق اداره نیروهای ویژه محافظت از رئیسان جمهور بود. گفتنی است که پیش از این نیز طالبان برخی از محلها از جمله ساختمان تلویزیون خصوصی میدرا در مزار شریف را به مدرسه دینی تغییر دادند. همچنان به تازگی این گروه اعلام کرده است که یک مدرسه بزرگ جادی را در آرامگاه احمد شاه مسعود در پنجشیر ایجاد خواهد کرد. هرچند این گروه اعلام کرده است که در نظر دارد هزاران مدرسه دینی را در سراسر کشور ایجاد کند، اما نگرانی ها وجود دارد که این مراکز به مکانهای ترویج افراطیت تبدیل شود. هنوز گروه طالبان در مورد چگونگی جذب دانش آموزان و نصاب آموزشی که قرار است تدریس شود معلومات ندادند. ادامه درگیری ها در خنج پنجشیر، طالبان پیشغول را بمباران کردند. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که طالبان مواضع نیروهای جبهه مقاومت ملی را در برخی ساحات ولسوالی خنج بمباران کردند. با گفته منابع، طالبان حوالی ساعت 2 بامداد جمعه 24 سرطان منطقه پیشغور ولسوالی خنج را بمباران کردند. منابع میافزند که در نتیجه این بمباران به نیروهای جبهه مقاومت و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. منابع تصریح میکنند که پیش از بمباران کماندوهای جبهه مقاومت ساحه را ترک کرده بودند. با گفته این منابع، رهبری جنگ در منطقه پیشغور ولسوالی خنج را کماندوهای جبهه مقاومت ملی به رهبری تور عبارس دلاور بر عهده دارد. طالبان و جبهه مقاومت ملی تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. گفتنی است که از نیمه چاشت چهارشنبه تاکنون در ولسوالی خنج و شتل ولایت پنجشیر درگیری‌های وقفه‌ای جریان دارد. امریکا می گوید که از مخالفان مسلح حکومت کنونی در افغانستان حمایت نمی کند. نت برای سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا می گوید که ایالات متحده از مخالفان مسلح حکومت کنونی در افغانستان حمایت نمی کند. همچنان پرایز در گفتگو با فورن دسک افزوده است که امریکا از کشورهای دیگر و متحدان خود می خواهد که از مخالفت‌های مسلحانه در افغانستان حمایت نکنند. با این حال کانگرس امریکا نیز یک لایحه تازه را تصویب کرده است که کمک‌های واشنگتن را به افغانستان مانع می‌شود. بر اساس این لایحه،
وزارت دفاع نمیتواند در هیچ بخشی برای افغانستان کمک کند. کمیسیون اروپا در تحریم‌ها علیه روسیه تغییرات می‌آورد. اتحادیه اروپا به خاطر حذف موانع صادرات غلا تحریم‌ها علیه روسیه را تغییر می‌دهد. و گزارش اسپوتنیک رویترز و نقل از منابع گفته است که کمیسیون اروپا پیشنهاد تغییر تحریم‌های علیه روسیه را روز جمعه خواهد داد که تا از خطرات جلوگیری از صادرات مواد غذایی جلوگیری کند. در این پیام آمده است کمیسیون اروپا روز جمعه اقدامات محدودیت موجود را اصلاح خواهد کرد تا واردات صادرات مواد غذایی متوقف نشود. این منابع گفتند که انتظار می رود تحریم‌های موجود اصلاح شود تا اطمینان حاصل شود که آنها بر صادرات مواد غذایی و غلات از روسیه تاثیر نمی گذارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید حدود 22 میلیون تن غلات در داخل اوکراین مسدود شده است. مقام‌های سازمان ملل ترکیه و سایر کشورها در حال تلاش هستند تا بتوانند سیلوها را برای برداشت به موقع محصولات در اوکراین خالی کنند. اما رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در نشست مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ گفت در مورد عرضه مواد غذایی اوکراین به بازارهای جهانی ما دخالت نداریم. این ما نبودیم که بنادر آنها در دریای سیاه را منگذاری کرده ایم. ماین ها را جمع آوری کنید و ما امنیت و اسکورت این کشتی های غیر نظامی را تضمین خواهیم کرد. در این موضوع هیچ سوال و مشکل وجود ندارد. تحریم ها علی روسیه دیشی اروپا بر ریشه خودش. نخست وزیر هنگری گفته است که تحریم های اروپا علی روسیه دیشه بر ریشه خودش است. به گزارش اسپوتنیک ویکتور اوربان نخست وزیر هنگری در بیانیه رادیویی تحریم های اروپا علی روسیه را خودکشی عنوان کرد. اوربان گفت اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌ها علیه روسیه به ششهای خود شلیک کرد و حالا خفه می شود. او گفت سیاست تحریم‌ها و به امیدهایی که به آنها داده شده بود پاسخ ندادند، بلکه اثر متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی شده بود داشت. به ششهای خود شلیک می کنند و به همین خاطر حالا همه جا تنفس یا نفس تنگ پیدا می شود. اوربان همچنین به هر کسی که شغل دارد توصیه کرد که از آن قدردانی کند، زیرا در ماه‌های آینده ریکورد اقتصادی اروپا پیش بینی می شود. نخست وزیر ایتالیا استعفا کرده است. نخست وزیر ایتالیا در پی پدیدار شدن نشانه های شکاف در کابینه ائتلافی از سمت خود استعفا کرده، اما رئیس جمهور این درخواست را رد کرده است. با گزارش اسپوتنیک منابع خبری ایتالیایی گزارش دادند ماریو دوگراگی نخست وزیر ایتالیا از سمتش استعفا کرد. رئیس جمهور ایتالیا این درخواست را رد کرده. دراکی علی‌رغم جان به در بردن از رأی عدم اعتماد گفته که از سمتش استعفا خواهد کرد. این تصمیم در شرایط اتخاذ شده که آینده دولت ایتالیا بعد از آن که یکی از اعضای متحد دولت در کابینه ائتلافی حمایتش از دولت را پس گرفت. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک نمایید. شب روزتان خوش.